من پایینم. دمت گرم. این پولا پاکه، پولتو بردار. خانم 90 زن، نصف شبی شما اومده بودی شرکت؟ ببین 18 تا زانوه و 9 تا بس هم نیست. نیست که نیست، چیکار کنم نیست؟ میگم با هم چی بهت گفته؟ مریضه. بسم اگه موافق باشی حاج رسول و پسرش بیان برای خواستگاری از تو. آره بابا. سلام. آقا نصر قبول حسین شد. قبول حق. سلام. ظهر دوشنبه کی شیرینی خیرات کرده علیرضا؟ سلام آج خانم. خوش آمدی. سفار خواهش کنم، خواهش کنم، بفرمی. خیلی خوش آمد. خوشی آقا ولی؟ شکر. خیر باشی انشالله. مهری خدا بیامرز شیرینی کشمشی خیلی دوست داشت. حواسم هست. بینی بین الله یه پنجشنبه نشده که خیراتش یادم رفته باشه. زم نبود، فرشته بود.
میگن اگه زن سر زابره شهید از دنیا رفته، راست میگن؟ میگن حکایت پدر کوه و پشت پسر به پدر گرمه، راست میگن؟ علیرضا دخل قفلش کن بچپ تو زیر زمین که آج خانم برای تیک پرونه قدم رو چشما گذاشتن. این همه شیرینی دورت باشه و تلخ بشی؟ تیکه بارم نکن آج خانم، هم میدونم کوچی چیه هم تکیگاه، دلم از دست قیاس خونه. دیدم سپلش گفتاده تو کارش، نگو دل پدر خون کرده. سپلش شکایت برادر زنم بود که رفتن ازش رضایت گرفتم. بفرما بهش بره سند آزاد کنه، سند این اختره نمیدونم چی چی. نمد زن، اختره نمد زن، یه همچین چیز اصلا کی هست؟ بعدا به حال من و تو که نمیدونیم کی هست و بچه‌مون ضامن شده. ای خانم قیاس افسار بریده. آره بریده، به خصوص امشب که میخوان الهام و شوهر بدن، به تاخت میره. تا کجا الله اعلم. قرار بود برم وقتش خواستگاری، دیگه برای همه چی دیر شده، ولی امشب بیا. دلت خوش آج خانم، روز روزش غفار دختر بده نبود، حالا که دیگه داری میگه امشب میبرن و میدوزن. فراموشش میشه. میدونی چیه قیاس؟ ده کجا حاج خانم؟ میرم گیس سفیدم و نجات بدم، زیر پات نمونه یه وقتی. یعنی ما را اینقدر دیدی؟ پسرت کوزش شکسته، مرغ عشقش پریده. میدونی برای چی؟ برای اینکه بهش گفتن بزرگتر نداری. بزرگتر نداشتن بهانه است. غفار آدم خوبیه ها، ولی به قیاس دختر بده نبود. اگه نه کی بزرگتر از شما تون خاندان؟ من مادرم. پس بهش زیر پاتونه. غفار دیگه چی میخواد؟ غفار کوه میخواست. نگو برو آج خانم، بهش کم چیزیه، بهانه است. بعد آدم چیزای خوب و با هم بخواد. غفار بهشت و کوه با هم میخواست. من که هستم؟ آره هستی، ولی فقط به اندازه 2 کیلو خیرات برای مادرش. گفتم که بهت دیگه دیر شده، الانم فقط اومدم بگم امشب حتما بیا، تا لااقل قیاس بدونه بابا رفت، سعی کرد نشد. چرا بیام خودم سنگ روی یخ بکنم؟ با شما مگه نمیگی برای همه چی دیگه دیره؟ خیرات مادرش شب جمعه به شب جمعه میامدی در خونه من پیرزن رو میزدی، سفره برات پهن میکردم، با پسرت میشستین میخوردین حرف میزدین درد دل میکردی. سالی دوبار میامدی تو قوم و خیش میشستی شونه به شونش تا غریبه ها نگن قیاس از پدر و مادر یتیمه. خیرات مادرش اگه پسر پاکج میذاش همچین محکم میخوابوندی تو گوشش تا همه بگن بابا بالا سرشه. اگه پا راست و درست میذاشت همچین واسش کف میزدی تا همه بفهمن پسرت بهو چه چه داره. ده سالش بود گفتن الهام. منم گفتم نگید، چون قیاس و سلیقه عفار نیست. 20 سالش شد گفتن الهام و قیاس. بازم گفتم نگید، چون قیاس تو سلیقه غفار نبود. حالا که 35 سال شده میگن الهام بی الهام. برای اینکه سلیقه غفار نیست، غفار کار ثابت میخواد، حقوق ثابت میخواد، ماشین، خونه، تازه همه اینا که باشن بازم سلیقه غفار نیست. شما سلیقه ما بودی؟ وقتی اومدی خواستگاری مهری شما تو سلیقه من و شوهر خدا بیامرزم بودی؟ نبودم. و
فراموشی با خودش بردت تا قابلی؟ وقتی اومدی گفتم نه. خونه داشتی؟ دکون داشتی؟ شما دنبال این چیزا نبودی. کی دنبالش نیست که بدون آینده یه بچه‌اش تأمین میشه یا نه؟ کی دنبالش نیست؟ چی بدش میاد؟ به بابای مهری گفتم این جوون جیبش خالیه. بابای مهری رفت به بابات گفت. میدونی اون چه جوابی داد؟ گفت پسر من یه دکه 5 متری اجاره‌ای داره با 2 سینی مسقطی که با کمک من داره میشه 3 سینی. یادت میاد که ها؟ وقتی بابا دهن وا کرد گفتم نه بابا، تنها نیست، کوه پشتشه، تا قد یه سینی مسخطی. یادت میاد که اون وقت دل من و بابای مهری آروم گرفت، گفتیم نه بابا، پدر پشتشه، کوه پشتشه، حرف حساب پشتشه. اون وقت شدی سلیقه، شد بری بشینی پیش غفار عین 2 مرد با هم دیگه صحبت کنی، شد بری بگی پشت پسرمم، حتی قد یه سینی مسخطی بیشتر. نیومدم اینجا نقشه بکشیم یا جادو جنبل کنیم دل غفار نرم بشه، فقط اومدم بهت بگم یه کاری کن قیاس بتونه صاحب داره، بتونه بزرگتر داره. شما واسه یوسف آباد ماشین خواسته بودین؟ داری میدونی یوسف آباد با من تاره؟ خونه الهام؟ قسمت اعتقاد داری؟ من به هرچی شما بگی اعتقاد دارم. Thank you.
که یاردان ولی خمار و بیابانون دست با مسئول صبح تالا رفته. من سهم رو میخوام. دستت با اون پولا بخوره. بخوره چی میشه اختر؟ قیاس نمیدونه ولی من میدونم. میدونم چرا خواستی قاطی دزدیش کنی. تو عاشق عبد بودی. بابامون تونست خانواده‌اش معتاد کنه که کسی از بالا بهش نگاه نکنه ولی تو نتونستی عبد معتاد کنی. حالا هم دلت پیش قیاس گیر کرده. قاطی دزدیش کردی که شبیه خودت شه. بد کار راحته نه؟ نه دیدی که راحت نیست. قاطی دزدی نشد. دست به پولا نمیزنی. قیاس هم برداشت برمیداریم. برنداشت برمیگردونیم. آها خوبه. اون وقت سهم برنداشت نقشه بعدی چیه؟ عملی کردنش؟ تو راه بهتری سراغ داری؟ کیه؟ نصف سهمو دلار کن یه مدت بیام ببری. نوکرتم بلیط کجا رو برات بگیرم داداش؟ بلیطا با من جمع پولار دلار کن. صبح میام دنبال دلارام بعد میرم. چی میگی خانم؟ مگه من با شما سنمی دارم؟ چی میگی؟ هیچی. خواستم بگم سندم آزاد شد. آباد رضایت گرفت. آقای خانم اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم. گفتم یه گوشه بشینیم که اگه مهمونات اومدن نگنیم بابا از کجا سبز شد شب مراسم خواستگاری. قفار اون موقع که داشتی دوماد آج خانم می شدی شب خواستگاریت یادته؟
تو پدر مادر خدا بیامرزت رفتید، من حسابی زیرا به تو پیش آج خانم زدم. آخه میدونی که لاغر بودی و همچی استخونی، بهش گفتم بابا این عملیه حاج خانم. حسودی ها. آخه تو دستت همون موقع به دهنت میرسید، خونه داشتی. خلاصه کلی زیرا به تو پیش حاج خانم زدم. حاج خانم چی گفت؟ گفت حسود هرگز نیاسم. حاج خانم راست گفته. آره حاج خانم همیشه راست میگه، امروزم راست گفت. در مورد چی؟ من هنوزم بهت حسود نمیشه غفور، ولی خب مدلش فرق کرده، یه سر خونه و پول و مال و منال نیست. هنوزم مستاجرم، دوت مغازه دارم که اجاره ای هم، ولی دیگه سر مال و منال حسودی تو هیچ کس دیگه ای رو نمیکنه. تو بابای خوبی هستی غفور، اینو همه میگن، این بار سر اینه که بهت حسود میکنم. دیگه از تو و حسودیام عوض شده. اولادت تو حرفت حرف نزد، از قیاس کدشت و گفت چشم. عشق بابا کم چیزی نیست، پا رو دلش گذاشت حرف تو رو شهید نکرد. ببین تو چی بودی براش که داغ رو دل خودش گذاشت که حرف تو رو شهید نکن. خدا بهت حسودی میشه لفت. اومدم به تبریک بگم و این بچه بزرگ کردن تو، بهت بگم که بهت حسودی میشه، به اینکه من رو ده نفر دیگه بهت تبریک گفتیم ولی یه نفر نیومد به من تبریک بگه، به خاطر قیاس. قیاسی که هیچ وقت رو حرف من حرف نزد، ولی من حواسمش نبود. تو قفلت پسته و تخمه و شیرینی قرد زدم و حواسم بهش نبود. افار به حضرت علی قسم نیامدم دختر تازه گدایی کنم و قیاس، فقط اومدم به تو بگم، بعدشم به بقیه بگم که از این به بعد هستم. خب یه غلط قلوتایی داره قیاس، میخوام درست بشم، هم چوب تر دستمه هم دست نوازش هم دعای خیلی. اتفاقا از امشب که تو دخترتو شوهر دادی و پسر من ناکام بود، بودنم از همیشه مهمتر. بچه‌م قراره غصه بخوره، بخوره، قراره گریه کنه، بکنه، میخواد ماتم بگیره، بذار بگیره، ولی از یه جا به بعد باز بلند شه، بلند شه مثل باباش، دست رو زانروش بذاره واسه یه لقمه نون بدوه. از امشب اگه پای چشش کبود بود باز توضیح بده، با کی رفته با کی اومده باز توضیح بده، خاطرخواه کی شده و نشده باز توضیح بده. واسه مشتمانم هم بده. نردم چی شد علکی دلم گرفت. فقط غفار مدیونی اگه آوازه بابا و چهچه قیاس و بشنفی و نه یا این تبریک من رو جبران نکنی، مدیونی اگه نه یا نگه آقا ولی همه دیگه با این پسری که بزرگ کردی، مدیونی مدیونی غفار. Thank you.
حاج رسول و خانواده شم. میرم جلوی در ازشون معذرت خواهی کنم. تو بمون. مریضه، از هممون پنهون کرده، تومور مغزی داره، از هممون مخفیش کرده. آقا قیاس؟ بله. سلام. علیکه سلام. آقا قربه خیر؟ از فردا چند وقتی نیستم. سلامتی کجا؟ میرم یه وری که پر غریبی باشه. آه، غریبه ها تخم دو زرده کردن، آشنا نه؟ آشنا دخل نفسم آوردم. غریبه ها دخل خودتو میارن. من دیگه بزرگ شدم، پس خودم برمیام و فلان. اگه از پس خودت برمیامدی و فلان، فرار نمی کردی؟ بمونم که چی بشه ماما تاهره؟ بشم ساقدوش دوماد غفار؟ نه، برای خودت ساقدوش پیدا کن. بابا چطوره؟ الهام باباش مریضه، اگه مردش پیشش باشه تسکینه براش. این سفر یه وریتم بنداز عقب. فردا بعد خواستگاری یه عقد خونگی بینتون خونده میشه. آه.
تصویرهای دوربین مدار بسته دو تا خونه اونورتر از شرکت شماست. تقریبا همه لحظه های سرقت رو ثبت کرده. سارق این 3 نفر بودن. کدومشون رو میشناسین؟ من؟ نه امشب مراسم خواستگاری قیاسه بیای. آره کی بوده تو خونه تو خانم؟ اختر من در و دارون فرار کردم. دلم گرم چی دارم بده؟ اون روزی که قیاس باعث بشه قلب ضعیف شما بدتر بشه من بدترین آدم دارم. من میخوام زندگیم یه جور دیگه بنویسم. خدا دی آبجید دور برم بدتون بشه عاقبت یزید واسه تو بنویسم. قصه دیشب تالا چیه؟